بینندگان عزیز تلویزیون پرتو، شما بیننده ادامه برنامه ها هستید. 8 مارس از راه می رسد. 150 سالی که هر سال با آمدنش خواب از چشمان حکومت سرمایه‌داران و طبقه استثمارگر می رو باید. نظام سرمایه‌داری کوشید تبعیضات نظام طبقاتی پیش از خود را علیه زنان دست نخورده محفوظ دارد. سرمایه‌داری زن گرسنه و ناگزیر را تا آنجا آزاد می‌خواست که در کارخانه‌هایش بردوار کار کند، کمتر دستمزد بگیرد و سود بیشتری را به جیب‌های سرمایه‌داران بریزد. هر وقت به استثمارش نیاز داشت او را به کار بکشد و هر زمان به استثمارش نیازی نبود دوباره آرام و خاموش به خانه و آشپزخانه براند. سرمایه تبعیض جنسی و موقعیت فرودست زنان را با نیازهای نظم خود تطابق بخشید. نهاد ستمکشی زن در اشکال تازه‌ای تحت نظام سرمایه‌داری هر روز از نو باز تولید می شود. در این رابطه امشب با آذر ماجدی از اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است گفتگویی خواهیم داشت. رفیق آذر ماجدی، خوش آمد میگم به شما. خیلی متشکرم، شب شما و تمام بینندگان عزیز خوش. اوضاع زنان، خصوصا زنان ایران در آستانه 8 مارس امسال چگونه هستش؟ تغییر چندانی امسال با سال پیش دو سال پیش نکرده تا اونجایی که به وضعیت عمومی زنان تو جامعه ایران بزن برمیگرده. تو جامعه ایران جامعه بسیار ویژه است، از این رو که یک نظام بسیار بسیار عقب مانده ارتجایی و زنستیز حکم میدونه و میکوشه از همون روز اول که زنها رو به عقب بکشونه، زنها رو به شهروند درجه دوم که چرس کنم به شهروند درجه سوم و چهارم بدل بکنه، حجاب سیاه سرشون بکشه، سنگسارشون کنه، از زندگی اجتماعی محرومشون کنه. و از اون طرف جنبش آزادی زن تو جامعه که به طور دائم این رژیم رو مصاف میطلبه، باهاش در نبرده، در جنگ، جنگای خیابانی، خونه به خونه، سر از لاک ناخون و آرایش صورت گرفته تا لباس و حجاب و حق تحصیل و حق کار و کلن زیر سوال بردن کل نظام. این موقعیت تو ایرونه و تو کل جهان هم اتفاقا توی خاورمیانه هم ما شاهد هستیم که توی این چند سال اخیر که مردم تو چند تا کشور مهم تو منطقه به پا خواستن علیه نظام‌های سرکوب و استثمار توی کشورهاشون و از اون طرف جنبش اسلامی تلاش کرده که از آب گلالود ماهی بگیره، چگونه جنبش حقوق زن فعاله و داره سعی میکنه که بیاد جلوی صحنه و از آزادی، از برابری و از سکولاریسم دفاع بکنه. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی آیا تغییری در وضعیت زنان ایجاد شده؟ آیا این دولت ظرفیت اینو داره که این تغییر رو در موقعیت زنان ایران ایجاد کنه؟ به هر دوتا سوالتون پاسخ من منفیه. خیر، نه تغییری ایجاد شده و نه این دولت نه میخواد و نه میتونه که تغییری توی به معنی مثبت کلمه تو زندگی زنان یا تو زندگی جامعه و مردم به طور کلی ایجاد بکنه. منتها متاسفانه یه بخشی از فعالین این عرصه هستن که اینها رو من بهشون میگم ملی اسلامی، اصلاح طلبان حکومتی، بعضن اپوزیسیون طرفدار رژیم پرو رژیم، که اینها تلاششون بیشتر از اینکه بخواد دستاوردی تو اسلامی تو وضعیت زنان باشه، تلاششون حفظ رژیم اسلامیه. اینها کوشیدن که بگن دولت روحانی دولت اعتدال، دولت اصلاحات، بنفش آبی قرمز و بیانیه نوشتن با همدیگه فرستادن، آقای دکتر خطابش کردن، بهش گفتن که باید یه کسی رو بیاری سر کار که هیچ سابقه تو زنستیزی نداره، که واقعا خنده آوره به خاطر اینکه رژیم اسلامی سخت و پاش ضد زنه، چگونه میشه اولی کسی رو که باید پس برکنار میکرد خودش بود روحانی.
منتها در ابتدای کار لاغر اینطوری بود که همین حال و فضایی که میگفتن شاید روحانی بخواد تغییر ایجاد بکنه باعث شد که زنا حتی توی لباس پوشیدن متحورتر اومدن، تو خیابون حجاب بیشتر زیر پا گذاشتن و بلافاصله ما شاهد درگیری این باندای امر معروف و نهی از منکر اراذل و باشونها بودیم که به زنا حمله کردن و این درگیری همیشگی با شدت بیشتری ما شاهدش بودیم. الان دیگه فکر نمی کنم اون توهماتی که در ابتدای کار این جریانات سعی می کردن که شایع بکنن تو جامعه دیگه چیزی ازش باقی مونده باشه، به خصوص با اعدامهای وحشیانه ای که از سر کار اومدن روحانی میگذره دیگه کسی حتی یک سر سوزن هم فکر می کنم تلاش نمیتونه بکنه که توهم پراکنی بکنه که گویی روحانی قرار اصلاحاتی رو تو جامعه ایجاد بکنه. آذر ماجدی، اخیراً نمایندگان اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند و در ملاقاتاشون با مقامات دولتی روسری سرشون کردند. این رفتار مقامات اروپایی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ من راستش این مسئله زیاد توجه هم رو به اون شکلی که برای عده‌ای مهم بود و هی بهشون فوش و فوشکاری کردن جلب نمی‌کنه. به نظرم این که به اونا فوش بخوای بدی خودش نشونه درجه از توهمه. گویی این سردربان و رهبران و چه میدونم دولت مردان اروپای واحد انسان‌ها یا جریاناتی آزادی‌خواه و برابری طلبن و اینقدر پرنسیپ دارن و به آزادی‌خواهی احترام می‌ذارن که دور شأن خودشون میدونن که فرزن حجاب به سر بکنن. این نیست، اینها جریاناتی به شدت راستن و پراگماتیزم تنها نقطه محرکشونه و تنها نقطه روشن جلو چششونه. میخوان به بندوبستهایی برسن در نتیجه با شیطان هم دست میدن. روستایی سر کردنشون به نظر من پدیده خیلی عجیب غریبی نیست. از نظر من خارج از انتظار نبود. من انتظاری بیش از این از اینها ندارم، در نتیجه نه سراغشون برای لابیزم فکر میکنم باید رفت، نه باید بهشون اعتراض کرد، نه اینا توهم افکنیه. گویی شما با یه سری آدم های طرف هستید که واقعا طرفدار آزادی زنن یا به آزادی زن براشون مهمه که بهشون اعتراض کنید چرا روسری سرتون کردید. اینها این همه اعدام میشه چکار میکنن؟ اینها هدف خودشون دارن. دولت های غربی، طبقات حاکم جوامع غربی چه اروپا چه آمریکا چه کانادا، اینها از نظر درست ممکنه مذهبی نباشن یا از نظر اخلاقی اخلاقیات لیبرالتری رو برای خودشون در نظر داشته باشن، ولی از نظر منافع پایه‌ای اقتصادی هیچ فرقی تو دزدی، تو فساد، تو بی‌پرنسیپی فرقی با رژیم اسلامی ندارن. در نتیجه اینجا که اهدافشون و منافعشون حکم کنه حاضرن هر کاری بکنن. آذر ماجدی، مدتیه که خبری از حکم شنی سنگسار نیست، لااقل اجرایی نشده. آیا این به منزله اینه که رژیم اسلامی عقب نشسته و دیگه سنگساری نمی کنه؟ نه، به نظر من اصلا نباید خودمون به این چیزها توجهمون رو بذاریم. اینطوری نبوده که خب هر روز هم تو جامعه اسلامی سنگسار میشده، سنگسار میشده یه وقتی بیشتر، یه وقتی کمتر، یه وقتی بازی های موش و گربه بازی های رژیم اسلامی حکم کرده که بیشتر سنگسار کنن یا شلوغ کنن سر سنگسار، یه جا حکم کنه کمتر بکنن. زمان خاتمی میگفت سنگسار رو تو خیابون نکنید، ببرید تو زندان سنگسار کنید. اینها تاکتیک های متفاوتیه، دلیلی نداشته لابد سنگسار بکنن. هیچ کدوم از اینها رو ما نباید در حکم این ببینیم که اینها عقب نشستن یا اینا میخوان تغییر ایجاد کنن یا میخوان سنگسار بذارن کنار. اینها ماهیتاً یکی‌اند، از سر تا پا یک کرباسن و یک سر و سوزن شما از اینها بهبود، تغییر، اصلاح، آزادی خواهی، عقب نشینی از ارتجاع نباید انتظار داشته باشید و نباید آدم چنین انتظاری رو سعی کنه تو جامعه رواج بده. این رژیم فقط باید به زیر کشید. هیچ نوع تغییر مثبتی رو نمیشه از این رژیم انتظار داشت. آذر ماجدی، شما همچنان که
عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری حکمتی هستید، رئیس سازمان آزادی زن هم هستید. اوضاع و تحرکات سازمان آزادی زن فعالیتاش در 8 مارس امسال چگونه است؟ چه برنامه‌ای در پیش دارید؟ خوشحالم که این سوال می‌کنید. به من اجازه میده که راجع به دو تا یک کنفرانس و یک میزگردی که داریم برای 8 مارس، من اینجا به بینندگان عزیز اطلاعات رو برسونم. روز اول مارس، شنبه اول مارس، توی شهر گوتنبرگ سوئد، طبق سنت چندین ساله سازمان آزادی زن، ما یک کنفرانس بین‌المللی داریم که در اون سخنران‌های از فعالین جنبش آزادی زن از خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت دارن. هنوز اسمشون دقیق روشن نشده، ما با تعدادی در تماسیم که بتونیم کارهای لازم رو انجام بدیم. به محض اینکه اسامی روشن بشه اسامی رو اعلام می‌کنیم، ولی تا اونجایی که تا الان معلوم شده از مصر، سوریه و ترکیه ما سخنران‌هایی خواهیم داشت، همینطور از ایران، همینطور از فرانسه و دو تا کشور دیگه اروپایی. این کنفرانس به زبان انگلیسی خواهد بود، ولی خب ترجمه به زبان فارسی و سوئدی در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیره. ما این سنت رو الان چندین ساله داشتیم و کنفرانس‌های بسیار موفق و که سر صدای زیادی هم داشته ما داشتیم در شهر گوتنبرگ، که از فرزند توی یک کنفرانسمون نوار صدابی از مصر و ملالی جویا از افغانستان شرکت داشته. یه کنفرانس سال گذشتمون رو تلویزیون مصر فرزند بخشش رو نشون داد بود، برای اینکه مثلا بخواد بگه که اینا کافران و ضد اسلامن و غیر و زاله. و امیدوارم که این کنفرانس هم یک کنفرانس موفقی باشه و همه کسانی که توی اروپا صدای من رو میشنون، من دعوت میکنم که به این کنفرانس بیان برای عموم بازه و بتونیم اینجا بحث خیلی خوب و داغی رو راه بندازیم حول موقعیت زنان، نقش جنبش آزادی زن در رابطه با جنبش آزادی خواهی که تو منطقه ما شاهدش هستیم، و همچنین در رابطه با اسلام سیاسی و عقب موندن جنبش اسلامی. در شهر تورانتو در کانادا ما میزگرد میخواهیم داشت، به زبان فارسی خواهد بود، روز 8 مارس، که تعدادی از فعالین جنبش حقوق زن و جنبش آزادی زن از اپوزیسیون ایرانی در اون خواهند بود که راجع به موقعیت زنان و استراتژی آزادی زن و غیره سخنرانی خواهیم داشت و بعد پرسش و پاسخ خواهد بود. سازمان آزادی زن علاوه بر این دوتا در فعالیت هایی که در خود اون کشورها از طرف سازمان های حقوق زن انجام میشه که به شکل تظاهرات، پیکت، میزگرد، میتینگ در اونها هم شرکت خواهد داشت، ولی این دوتا مراسمی که بهش اشاره کردم دقیقا سازماندهی خود سازمان آزادی زنه و ما به محض اینکه اسامی سخنرانان دقیق و روشن شد به همه اطلاع خواهیم. خیلی ممنون آذر ماجدی از اینکه امشب وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. امیدوارم در برنامه‌های آینده دوباره در خدمت شما باشیم. متشکرم. شب شما و بینندگان عزیز خوش. سرود یاران صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان، رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران، تا آسمان است ستاره باران، هم رسم و پیمان موج خروشان، زنان ایران، زنان ایران. ای زن، ای نیمه پنهان، برکن از در چادر شب، ببین که میدمد
سپیده سحر. ای زن ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چون در خورنده باش در این شب سیاه، چون نوری تابنده باش با این ظلمت بی صدا. اندیشه باش اندیشه باش بر جهل شب پرستان، همچون تیشه باش کوبنده باش، کوبنده بر این ریشه باش. بگو بر ناهخان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشستیم. بگو بر ناهخان شوم شب خموش، خموش خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشستیم، از این قفس بیزار و خسته‌ایم. سرود یاران صبح بهاران، دهد نوید از نجات انسان. رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن. ستم نماند به روزگاران، تا آسمان است ستاره باران. هم رسم و پیمان موج خروشان، زنان ایران، زنان ایران. ای زن ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. ای زن ای نیمه پنهان، برکن از سر چادر شب، ببین که میدمد سپیده سحر. چون در خورنده باش در این شب سیاه، چون نوری تابنده باش بر این ظلمت بی صدا. اندیشه باش اندیشه باش بر جهل شب پرستان، همچون تیشه باش کوبنده باش، کوبنده بر این ریشه باش. بگو بر ناهخان شوم شب خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشستیم. بگو بر ناهخان شوم شب خموش، خموش خموش، ما بلبلان پر از نغمه‌ایم، به گلزار لاله ها نشستیم، از این قفس بیزار و خسته‌ایم. ما نیمه دیگریم، نه کمتریم نه برتریم، ما نیمه دیگریم، با هم برابریم، خواهان دنیای بهتریم.